درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه 5 دسامبر 2023 میلادی برابر است با 14 آذر ماه سال 1402 خورشیدی. در حالی که جنگ غزه امروز شنبه وارد 60مین روز خود شد، ارتش اسرائیل در شامگاه دوشنبه تا بامداد سه‌شنبه حملات هوایی سنگینی در محله‌هایی از شهر خان یونس در بخش جنوبی غزه انجام داد. رسانه‌های اسرائیل بمباران‌های خان یونس را مقدمه احتمالی ورود نیروهای زمینی خود به این شهر توصیف و ارزیابی کردند که دلیل حملات سنگین هوایی احتمال حضور یحیی سنوار، رهبر داخلی حماس، و محمد زیف، فرمانده شاخه نظامی این گروه در این بخش از باریکه غزه است. اسرائیل یقین دارد که یحیی سنوار و محمد زیف که از آغاز جنگ پنهان شده اند، مغز متفکر حملات روز 15 مهر از اعضای حماس به شهرک ها و کیبوس های جنوب اسرائیل بودند. با این حال ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز دوشنبه عملیات گسترده در بخش هایی از شمال غزه را هم که هنوز از نیروهای حماس کاملا پاکسازی نشده ادامه داده است. همزمان روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال دوشنبه شب از طرح اسرائیل برای به آب بستن تونل‌های زیرزمینی حماس با آب دریای مدیترانه خبر داد. این گزارش نوشت که نیروهای اسرائیلی نصب پمپ‌های بزرگ آب دریا در شمال اردوگاه آوارگان شاطی را در اواسط نوامبر به پایان رساندند و حداقل 5 پمپ نصب شده که می‌تواند هزاران متر مکعب آب در ساعت را از دریای مدیترانه به داخل تونل‌ها هدایت کرده و ظرف چند هفته آنها را غرق کند. وال استریت جورنال به نقل از مقامات دولت آمریکا گزارش داد که معلوم نیست دولت اسرائیل قصد استفاده از این تاکتیک را دارد یا خیر. در سوی دیگر فلسطینیان از کشته شدن ده‌ها تن در بمباران‌های شبانه روز اخیر خبر داده و ارتش اسرائیل مرگ 3 تن دیگر از نظامیان خود را به خانواده‌هایشان اطلاع داد. آن را با آژانس امداد رسانی سازمان ملل متحد ویژه فلسطینیان هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که 19 تن دیگر از کارکنان خود را در بمباران‌های اسرائیلی در باریکه غزه از دست داده است. با احتساب این آمار، شمار کارکنان اونروا که از روز نخست حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل و آغاز جنگ آن کشور علیه حماس کشته شده اند به 130 تن افزایش یافت. در خبر دیگر، برنی سندرز یکی از سناتورهای جناح موسوم به مترقی در حزب دموکرات آمریکا روز دوشنبه با اختصاص مبلغ 10.1 میلیارد دلار کمک آمریکا به ارتش اسرائیل بدون آنکه مشروط باشد مخالفت کرد. او گفت کاری که دولت افراطی بنیامین نتانیاهو انجام می‌دهد غیر اخلاقی و ناقض قوانین بین‌المللی است و ایالات متحده نباید شریک این گام ها شود. خانواده آرمیتا گراباند از برگزاری مراسم 40م او در روز چهارشنبه 15 آذر ماه بر سر مزار او در بهشت زهرای تهران خبر دادند. شماری از خانواده‌های دادخواه خبر برگزاری مراسم او را در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کردند. آبا گراباند، خواهر آرمیتا، در استوری اینستاگرام خود نوشت مراسم 40م او از ساعت 15 در قطعه 99 بهشت زهرای تهران آغاز می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه از تفهیم اتهامات جدید توماج صالحی و صدور قرار قانونی برای او خبر داد. این در حالی است که شکایت او در مورد آزار و شکنجه توسط ضابطان امنیتی در اصفهان هنوز بررسی نشده است. مسعود ستایشی گفته است که او بعد از آزادی در یکی از شهرستان‌های استان شمالی نکاتی را گفت و بر اساس تکلیفی که دادسرای مربوطه داشت این فرد را احضار و بازداشت کرد. این در حالی است که توماج صالحی روز پنجشنبه 9 آذر ماه و در حالی که تنها 8 روز از آزادی او گذشته بود به وسیله ماموران لباس شخصی در بابل مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شد. به گفته ستایشی، توماج با قرار بازداشت موقت در زندان است و رسیدگی به پرونده با سرعت انجام می شود. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که جمهوری اسلامی در هیچ اقدام یا حمله‌ای علیه نیروهای نظامی آمریکا دخالت نداشته است. لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل،
روز 7 آذر ماه تهران را به دست داشتن در حمله های صورت گرفته به نظامیان آمریکایی در سوریه و عراق متهم کرد. گرینفیلد ضمن محکوم کردن این حملات افزود نیروهای آمریکایی در راستای تلاش های بین المللی برای مقابله با تهدیدات داعش در این کشورها مستقر هستند. ایروانی در نامه خود اتهامات وارد شده به تهران را بی اساس خواند و گفت که هدف واشنگتن از طرح چنین اتهام هایی توجیه و جرم زدایی تجاوزکارانه و نقض جدی قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد در جمهوری عربی سوریه و منطقه است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی به بهانه تأثیر بررسی برخی موضوعات در مجلس بر روی بازار خواستار غیرعلنی شدن برخی جلسات مجلس شورای اسلامی شد. به نوشته خبرگزاری ایلنا، ابراهیم رئیسی این موضوع را در زمان تحویل لایحه بودجه به مجلس گفته است. رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1403 را به مجلس ارائه کرد. رئیسی مدعی شد که در لایحه پیشنهادی تلاش شده هم درآمدها و هم هزینه ها واقعی دیده شود. او مدعی شد که بعد از یک دهه نبود رشد اقتصادی در کشور، با آغاز به کار دولتش ایران 4% رشد اقتصادی را تجربه کرده و در حالی که در سال 1400 با کسری بودجه 480 هزار میلیاردی مواجه بوده، با کسب درآمد در 6 ماهه دوم همان سال این کسری بودجه جبران شده است. رئیسی همچنین مدعی شد که بعد از به گفته او رشد 4% اقتصاد در سال 1401، دولت او تلاش کرده که در سال 1402 کسری بودجه نداشته باشد. برنامه‌نگارمان در این لحظه توجه شما را به پایان‌های بازرگانی جلب می‌کند. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26 هزار دلار پرداخت میکنه. بله، 26 هزار دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمند و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونا روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26 هزار دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه‌های مختلف در فروشگاه‌های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. احبه، چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. چنانچه املاک یا اموالی در ایران دارید و امکان سفر به ایران را ندارید، ما در کنار شما هستیم تا با خیالی آسوده کلیه دارایی شما را به شما برگردانیم. شماره تماس 818 577 77
59 هفت روز هفته 24 ساعت. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. متروی مشهد در اقدامی عجیب و فراقانونی تصاویر و مشخصات مسافران را روی مانیتورهای ایستگاه‌ها نمایش می‌دهد. بر اساس گزارش‌های شاهدان عینی، مردم مشهد در برخی ایستگاه‌های مترو هنگامی که از مقابل دوربین مداربسته ایستگاه عبور کردند، شاهد عکس و مشخصات شناسنامه‌ای خود در تابلوی ایستگاه بودند. این اقدام مدیران متروی مشهد در راستای سرکوب حق انتخاب نوع پوشش باعث ایجاد نگرانی‌هایی در بین شهروندان شده است. پیشتر کارشناسان تایید کرده بودند که جمهوری اسلامی هنوز به تکنولوژی لازم برای تشخیص هویت افراد در این حد نرسیده است. یک منبع آگاه ضمن تایید مجدد فقدان تکنولوژی لازم در این سطح توضیح داد که شهرداری بر اساس کد ملی مسافران مترو که از طریق کارت متروی آنها قابل دسترسی است، به صورت نمایشی اطلاعات مسافران را روی مانیتورهای ایستگاه‌ها نمایش می‌دهد. به گفته این منبع آگاه، اگر مسافری از کارت متروی دیگری استفاده کند، اطلاعات صاحب کارت نه مسافر واقعی به نمایش در می‌آید. در ادامه افزایش شمار اعدام‌ها در ایران، 4 فرد متهم به ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر روز سه‌شنبه در زندان مرکزی کرج اعدام شدند. رانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هویت 3 تن از اعدام شدگان را ساسان ملکی، مجتبی امیری و منوچهر نوراباد اعلام کرده است. فعالان حقوق بشر نسبت به افزایش اعدام‌های مرتبط با ارتکاب جرایم مواد مخدر که قبلاً به دلیل مجموعه اصلاحاتی در قانون کیفری ایران کاهش یافته بود، ابراز نگرانی کردند. سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی خود گفت که برخی از مدیران و افراد زیرفت با پرونده فساد واردات چای با قرارهای صادره تأمینی در بازداشت هستند و برخی هم با صدور قرار وثیقه آزاد شدند. مسعود ستایشی از تداوم روند تحقیقات در این پرونده خبر داد و تاکید کرد که در آینده اطلاع رسانی بیشتری به مردم انجام خواهد شد. سازمان بازرسی کشور روز شنبه 11 آذر ماه از کشف فساد بیش از 3 میلیارد دلاری در تخصیص ارز به یک شرکت خاص خبر داد که در برابر دریافت 2 میلیارد دلار کالای مورد نظر وارد نشده و در مورد اقلام وارد شده هم بیش اظهاری چند برابری صورت گرفته است. بنا به گزارش‌ها این فساد در دولت حسن روحانی شکل گرفته و تا چند ماه پیش در دولت ابراهیم رئیسی هم ادامه داشته است. بنا به اعلام سازمان بازرسی کل کشور، مدیران ارشد در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، سمت، بانک مرکزی، گمرک و سازمان استاندارد درگیر این موضوع بودند و برای انجام این فساد تغییرات مدیریتی هم صورت گرفته است. به گزارش کانال تلگرامی بامداد نو، ابوالفضل اقبالی رئیس اندیشکده زن و جامعه در این برنامه زنده تلویزیونی با استناد به پژوهش‌ها مدعی شده که مخالفت با حجاب اجباری در ایران از مرداد سال 1401 افزایش محسوسی پیدا کرده است. به همچنین در این برنامه گفت که شیب کشف حجاب از مرداد سال 1401 که 3% بود در مقطعی به 20% و اکنون به 12% رسیده است. رئیس اندیشکده زن و جامعه در بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی ادعا کرد که آمارهای اعلامی بر پایه پژوهش‌هایی است که با مقیاس ملی انجام شده و جامعه آماری آن از بالا شهر تهران تا روستاهای کشور را شامل می‌شود. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه در بیانیه‌ای حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را تهدیدی جدی برای امنیت دریانوردی و تجارت جهانی دانست و خواستار واکنش جدی دولت آمریکا شد. بیانیه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان میگوید که دولت بایدن با اولویت دادن به سیاست بر امنیت، حوثی‌ها را جسورتر کرد و به آنها اجازه داد تا سلاح‌های پیشرفته‌تری تولید کنند، روابط خود را با جمهوری اسلامی عمیق‌تر کنند و کنترل خود را بر میلیون‌ها یمنی بیگناه مستحکم کنند. مایکل مک‌کال در بیانیه خود گفت واضح است که حوثی‌ها تهدیدی برای یمن با
متحدان آمریکا در سراسر خاورمیانه، نظامیان و شهروندان آمریکایی در منطقه و آزادی دریانوردی و تجارت جهانی هستند. و افزود ما باید به این سیاست مماشات پایان بدهیم و به جای فعال کردن تهدید حوثی‌ها از طریق شناسایی حوثی‌ها به عنوان یک سازمان تروریستی واکنش جدی نشان بدهیم. دولت بریتانیا جزئیاتی از طرح مورد مناقشه خود برای کاهش شدید مهاجرپذیری خبر داد که به نوشته برخی از رسانه‌ها و فعالان صنفی ممکن است این طرح به قیمت ضربه زدن به اقتصاد این کشور تمام شود. وزیر کشور بریتانیا روز دوشنبه جزئیاتی از این طرح را اعلام کرد که شرایط را برای اقامت اتباع خارجی در این کشور سخت‌تر می‌کند. جیمز کلبرلی در پارلمان بریتانیا گفت بر اساس این طرح حداقل درآمد سالانه مورد نیاز برای اقامت در بریتانیا از 26200 پوند به بیش از 38700 پوند افزایش خواهد یافت. و افزود که دسترسی به خدمات درمانی دولتی که برای بریتانیایی ها رایگان است، از این پس برای هر خارجی سالانه 1000 پوند هزینه خواهد داشت. همچنین بر اساس طرح جدید، افراد غیر بریتانیایی شاغل در بخش خدمات اجتماعی دیگر نمی توانند خانواده خود را به بریتانیا بیاورند. در طرح جدید دولت بریتانیا آمده که امکان استخدام خارجی ها با درآمد 20% کمتر از درآمد پایه از سوی کارفرمایان در بخش های تحت فشار مانند بخش ساخت و ساز و آموزش حذف خواهد شد. حذف این امکان دیگر کارفرمایان را به استخدام خارجی ها ترغیب نخواهد کرد. اتحادیه‌های کارگری نسبت به طرح جدید مهاجرتی بریتانیا که یک سال مانده به انتخابات پارلمانی این کشور اعلام شده ابراز نگرانی کردند. برام گناش مهم بعد از چند پایم بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایچر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HT 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949 202 7288 949
202-72-88. خبرها را دنبال میکنیم. دولت اوکراین و نیروهای مسلح این کشور طرحی را برای فراخواندن هزاران مردی که از ثبت نام برای شرکت در جنگ اجتناب کرده اند به اجرا گذاشتند. بر اساس این طرح کسانی که حاضر نیستند به جبهه های نبرد با نیروهای روسیه بروند با مجازات زندان روبرو خواهند شد. 21 ماه از نبرد سنگین ارتش اوکراین با نیروهای روسیه می‌گذرد و بسیاری از اوکراینی هایی که برای دفاع از میهن خود داوطلبانه به جبهه ها رفته بودند اکنون یا به شدت خسته‌اند یا مجروح شدند و یا جان باختند. بسیاری از کسانی که اکنون باید جایگزین آنها شوند نیز ترجیح می‌دهند که چنین کاری نکنند. دولت اوکراین در تلاش برای متوقف کردن حملات روسیه آن هم در آستانه زمستان دومین فراخوان بزرگ استخدام مردان 27 تا 60 ساله را منتشر کرده است. با این وجود در میان مردان این کشور انگیزه کمتری برای ورود به جنگ دیده می شود و برخی از کسانی که پیش از این داوطلبانه جنگیدند هم اکنون به ترک خدمت حتی به بهای زندانی شدن فکر می کنند. این سربازان خواستار انجام اصلاحات در ساختار ارتش اوکراین هستند تا به قول برخی از آنها ارتش از یک زندان به یک نهاد سازمان یافته برای دفاع از کشور در یک جنگ طولانی مدت تبدیل شود و به آشفتگی های آن نیز پایان داده شود. پلیس محلی در ژاپن از دستگیری یک راننده تاکسی در پایتخت این کشور به دلیل کشتن عمدی یک کبوتر با وسیله نقلیه خبر داد. بر اساس این گزارش راننده یک تاکسی که به ظاهر از مشاهده گروهی از پرندگان روی جاده به شدت عصبانی شده بود با سرعت دادن به خودرو این پرندگان را زیر می‌گیرد و سبب مرگ یکی از کبوترها می‌شود. غرش ناگهانی موتور خودروی راننده تاکسی هنگام حرکت با شتاب بالا رهگذری را در آن محدوده به وحشت انداخت و سبب شد تا این رهگذر ماجرا را به پلیس گزارش کند. پلیس هم موضوع را بسیار جدی گرفت و ماجرا تا آنجا پیش رفت که به یک دامپزشک مأموریت کالبد شکافی کبوتر برای تایید کشته شدن این حیوان بر اثر برخورد با وسیله نقلیه محول شد. این راننده 50 ساله اکنون در بازداشت به سر می‌برد و به زودی محاکمه خواهد شد. بینندگان عزیز به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر می‌کنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.